چند خبر از سایر نقاط جهان. یک روز بعد از درگیری‌های خونین در میدان استقلال شهر کیف پایتخت اوکراین، دفتر ریاست جمهوری این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ و رهبران اپوزیسیون بر سر برقراری آتش‌بس موقت توافق کردند، ولی این میدان صبح امروز پنجشنبه دوباره ناآرام شد و با شکسته شدن آتش‌بس ناپایدار بین دولت و مخالفان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین رئیس ستاد کل ارتش را از کار برکنار کرد و فرمانده نیروی دریایی را به عنوان رئیس ستاد کل ارتش منصوب کرد. در یک تحول دیگر مخالفان دولت کنترل ساختمان‌های دولتی را در چندین شهر در اختیار گرفتند. در شهر لبیب مرکز پلیس، ساختمان دادستانی و سایر مراکز دولتی در اختیار مخالفان قرار گرفت و کنترل شهر از دست نیروهای امنیتی خارج شد. مخالفان کنترل پلیس محلی و دادستانی محلی را در اختیار گرفتند و بیش از 500 اسلحه از انبار برده شده است. در یکی دیگر از شهرهای اوکراین تعدادی از نیروهای امنیتی سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و به صف مخالفان پیوستند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ارتش اوکراین در مورد سرکوب غیر نظامیان هشدار داد. آنگلا مرکل هم گفت با ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین گفتگو کرده و طرفین موافقت کردند برای جلوگیری از گسترش نارامی‌ها تلاش کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی یک نشست فوق‌العاده در بروکسل درباره نحوه مواجهه با بحران اوکراین گفتگو می‌کنند. به گزارش یورونیوز انتظار می‌رود که بحث درباره تحریم دولت این کشور در این جلسه مطرح شود. و آخرین خبر این ساعت، جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس دولت فلسطین در پاریس دیدار کرد. جان کری در دیدار با محمود عباس گفت تلاش‌های واشنگتن برای حل مسائل مهم مورد اختلاف میان فلسطینیان و اسرائیل با هدف حل مناقشه منطقه خاورمیانه و برقراری صلح و آرامش در این منطقه ادامه خواهد یافت. پس از دیدار جان کری و محمود عباس، جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما در مرحله حساس و مهمی از گفتگوهای صلح میان فلسطین و اسرائیل هستیم و می‌کوشیم اختلاف‌ها و شکاف‌های فعلی میان طرفین را از طریق برگزاری گفتگوهای مستمر و فشرده با آنان برطرف سازیم.